زندگی جریان داره. اسم چیه؟ سارا. بعضی آدما با جریان حرکت میکنن و خودشونو به حرکت این جریان میسپارن. این حرکت هم اونا رو به جای عمیق‌تر و پرفراز و نشیب‌تر میبره. چشار تا بر نگردون از منی که آن چشار دیدم از تو، بگیر دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو. نگام که میکنی حالم با حال آسمون فرقی نداره، دلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون بباره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه؟ میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. ما قهرمانای زیادی داریم، ما قهرمانها رو میبینیم و ازشون یاد میگیریم که چطوری میتونن تو این جریان پرخروش زندگی، تو این تلاطم به اوج برسن، به اوج انسانیت و به اوج عشق به پروردگار. نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه؟ میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. هر مادری تو هر مرحله از این جریان زندگی میتونه یه قهرمان باشه و درسای زیادی رو به بچه هاش یاد بده. مادرهایی هم هستن که درسای زندگی رو نه فقط به بچه‌های خودشون، به همه آدمای اطرافشون هم یاد میدن. قهرمان قصه من همون مادره. همون مادریه که با صبر و بردباری مادرانش خیلی درس‌ها رو به من و حتی اطرافیان من میده. درس ایمان، درس توکل و درس امید. ما اهل استان آذربایجان شهرستان نقده هستیم. 6 سال پیش به خاطر مشکل بچه ها اومدیم و تهران ساکن شدیم برای مداوا و پیگیری درمان بچه ها. آرزوی خودتون شخصاً چی بود؟ من خواستم پزشک بشم. خیلی علاقه داشتم به رشته پزشکی، ولی خب من مهندسی کشاورزی قبول شدم. من که نمیدونم دکترش خواسته یا نخواسته، یا از علمش استفاده کردن که نخواست استفاده کنه از علمش. متاسفانه بچه های من به دلیل اشتباهی که حین به دنیا آمدن رخ داد که باید بچه ها سزاریه میشدن و دکتر حاضر به این کار نشد، دچار کمبود اکسیژن شدن و این مشکل براشون به وجود اومد. تا 9 ماهگی همه چی خوب بود، بچه بود، کوچیک بود، متوجه نبودیم که احتمال داره مثلا یک همچین اتفاقی برای بچه افتاده باشه. ولی وقتی 9 ماهشون شد دیگه مثل بچه های عادی نتونستن بشینن و حتی گردن گرفتنشون هم یه مقدار ضعیف بود، تازه متوجه شدیم که مشکلاتی هست. زهر راجب مامان از یه چیزی خونه و دکتری که مراجعه کردیم متاسفانه باز اون نتونست اطلاعات دقیقی به ما بده و با یه امیدواری که به ما داد که بچه ها تأخیر حرکتی دارن و تا 2 سالگی خوب میشن، دوباره ما واقعیتش به جد پیگیر درمان نشدیم. ولی بعد چند ماه دیدم نه، این بچه ها خیلی از هم 3-2 ساله خودشون عقب افتادن. تا اینکه رفتیم پیش پزشکی که واقعیت برای مشخص کرد و گفت بچه ها دو
دچار کمبود اکسیژن حین زایمان شدن، سلولهای مغز آسیب دیده و در واقع سلولهای بچه ها سی پی هستن، یعنی فلج مغزی یک سری از سلولهای مغزشون مشکل پیدا کرده از این رفت دیده. چی شده فاطمه؟ آسیب دیده تالی که اون من توانایی رو دارم، اما یک کلمه هست هی منو از مانه ها عقب میگذی. حاله شما بگم، حاله شما بگم، حاله شما من چی بگم زهرا؟ من خیلی خوشحالم که دو تا فرشته خوشگل دارم، فاطمه و زهرا بزرگترین افتخار زندگی منن. واقعیتش وقتی من مشکل فاطمه و زهرا رو فهمیدم، یعنی دو تا بچه دوقلو هر دو تاشون دچار مشکل شدن، مثل همه اولین کاری که کردم این که شروع کردم به این که از خدا بپرسم خدای چرا من، چرا دو تا، باید چی کار کنم، باید مشکل کنم این هر بندایی که خلق فقط من انتخاب شدم برای این کار. واقعیتش از اون حکمت، از اون در واقع علت این قضیه یه جورایی میخواستم واقعیتش خدا رو مقصر بدونم که اون خواسته که بچه های من اینجوری باشن، همه وسیله دست به دستم دارن که بچه اینجوری باشن که شاید من عذاب بکشم. یه جوری بعد تو تنها شدم که به هر آینده‌ای بی‌اعتمادم، بدون تو فقط دیروزم و نه تمام عمرم و از دست دادم. کنارم هر کسی از تو باشه، فقط هم صحبت دیوونگیمه، تو تا وقتی تو قلب من نمیری چه فرقی داره کی تو زندگیمه. ولی تا اینکه یک شب عاشورا بود توی مفاتی دعایی داشت با نمازی که گفته بود مادر باید بره پشت بام و اونجا نماز بخونه و برای شفای فرزندش دعا کنه. یادم شبی بود که برف زیاد اومده بود منطقه ما، حتی طوری که روی پشت بام یخ زده بود. من رفتم اونجا و مهر رو گذاشتم و چادر رو سرم کردم. وقتی نمازم تموم شد رفتم سجده، به حدی من تو سجده توقف کردم که یخ زیر زانوهام آب شده بود. شبش اومدم خیلی دعا کردم، خیلی خیلی قسمش دادم به حرمت اون روز، به حرمت اون کسایی که تو روز عاشورا کربلا خونشون رو دادن. شب اومدم خوابیدم، تو خواب دیدم فاطمه و زهرای من دوتاشونم دارن راه میرن بزرگ شدن این کلم و از مدرسه داشتن میومدن. دیدم این بر خیابون، من وایستادم بچه ها اون سر خیابونن، تا دستم رو تکون دادم بچه ها بیان این بر خیابون، در حین حرکت و داشتن از خیابون رد میشدن دیدم یه تاکسی نارنجی رنگ زد به بچه ها، دوتاشون هم افتادن بعد از خون شد. صبح که بیدار شدم انگار یک جرقه در من اتفاق افتاد، یه نمیدونم یه حسی بود. بیدار شدم گفتم خدایا منو ببخش از این که
گلایه کردم که چرا من؟ من مطمئنم خداوند به هر طریق بنده‌اشو به امتحان میکنم. نمیدونم، من دارم این راهو دارم میرم، تا آخرشم هستم، تا روزی که زندم و هستم در خدمت این بچه ها. محال تاته دنیا کسی جوری که من هر ثانیه مردم برای تو بمیره. محال یک نفر پیداشه این عشق و بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دلم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمی. چیز جالبی که تو زندگی من وجود داره، فاطمه و زهرا مسیحی شدن برای این که من وارد مدرسه‌ای بشم که همه بچه ها مشکل حرکتی دارن. مسئولان آموزش پرورش منطقه دا خیلی دست من و بچه های منو گرفتن و این خونه ای که الان شما تشریف آوردین و میبینید و در اختیار من قرار دادم، 5 سال من با بچه های اینجا ساکن شدم. یعنی من الان تو مدرسه ای هستم که دانش آموزای من همین مشکل رو دارن و نمیدونم، شاید یک گفتن این حرف یکم خودخواهی باشه، ولی انشاءالله که اون ضیافت خدا به من داده که به واسطه فاطمه و زهرا بتونم به همچین بچه های خدمت کنم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمی. دعا میکنم که دعا بذار مایت بگم، من هر وقت سر نماز دستم بلند میکنم به درگاه خدا که شفای فاطمه و زهرا رو بخوام. نمیدونم، همه بچه های مدرسه میان جلو چشم، حس میکنم اگه فقط بخوام خدا یا فاطمه زهرای من رو شفا بده، یک حس خودخواهانه و خودپسندانه باشه. پس دعا میکنم اینجا و میگم خدایا علمش رو به بندت بده، وسیلش رو فراهم کن که بتونم راه علاج این بیماری رو پیدا بکنم و بتونم با پیدا کردن راه علاج همه بچه‌هایی که این مشکل رو دارن شفا پیدا بکنم. فاطمه دوست داری کیو ببینی؟ مامان نیاز نعیمی نظام دوست دارم، خیلی عرض دارم، یعنی بتونی کم عرضوی منو برآورده کنی کما دوتا خیلی دعا تو میکنم. عجلتونو اب فاطمه خانم فاطمه زهرا میخوام. همه دنیا بخواد و تو بگی. بله سلام خانم نظام دوست. سلام، حال شما خوب هستین؟ مرسی، ممنون، وقتتون بخیر. من سلیمانی هستم، دیشب باهاتون هماهنگ کردم. خوبی شما؟ متشکرم، وقتتون بخیر. مرسی، مرسی از اینکه واقعا اینقدر با محبت پاسخ بودین، جواب منو دادین. واقعا خیلی خوشحال شدم. واقعا نه بابا، وظیفه دارم خب دیگه، یعنی واقعا مگه ما آدم دست شما در واقعا هر چی کاری دستم برمیاد. فقط اینکه خیلی خوب، پس چه ساعتی قرار بذاریم؟ مثلا برای یک ساعت، یک ساعت و نیمه دیگه خوبه؟ شما میتونی مثلا برای 5 اینطورا خوبه؟ برای 5 خیلی خوبه، عالیه. خب پس فقط آدرس برای من اسمس کن. تو همیشه هستیم این منم. Jump, 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 jump,
باش بردشونه مامانی بیه خودی برام هسته بار بانه کنه شما خودی فاطمه جان همه چی رو برام آخه تو که ناراحتی من ناراحت شدم نه نه باشه گریه نمی‌کنم گریه نمی‌کنم به خدا می‌خندم سادر تو رو دیدم قربان تو بشم ما جانم بذار زهره رو هم ببینه سرکا یه جلو زهره رو خود تو چشم گریه نمی‌کنم آم بهش دادی خود نیسته تو روسته قربونت برم باشه گریه نمی کنم به خدا گریه نمی به خاطر شما اصلا فاطمه داره گیلکی یاد میگیره اینقدر که به شما علاقه داره اصلا تلویزیون بازی کن شبکی بارا نگه فاطمه داره گیلکی حرف بزن خوبی خوبی سی گریه نه خدا نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم خنده بکنه همیشه یه دعایی براش بکن فاطمه برای یه دعای قشنگ خدایا مامان نیاز من مره سلامت بگردم دیگه گریه نداری که مامان نیاز گریه خوشحالیه فاطمه منم گریه من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نمی‌کنم نفسم از نفس چراغ شب تو این هوا جدا نمیشه میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه